سلام سلام خیلی خوش آمدید برای این دستور خوشمزه با ظاهر جذاب و با نمک خامه یه پاکت دویس میل مستقیم از یخچال در آوردم و سرد و خنک استفاده می کنم. پودر خامه رو هم داخل فریزر نگهداری کردم با کاسه گذاشتم داخل فریزر و کامل خوب خنک شده اضافه می کنم و تا فرم گرفتن چند دقیقه دستگاه میزنم. مقدار پودر خامه 150 گرم دوستانی که به خامه یه فرم گرفته قنادی ها دسترسی دارند دو برابر پودر خامه که اینجا استفاده کردیم میتونن مستقیم همون خامه فرم گرفته رو برای این دستور در نظر بگیر. مقدار خامه کلا بستگی به خودتون داره که چقدر بخواید داخل کار رو پر خامه کار کنید خب ببینید چقدر خوب فرم گرفته سلفون میکشم یه نایلون بکشید و داخل یخچال بذارید تا کامل خوب ببنده این آموزش که در این ویدیو براتون در نظر گرفتم به شدت راحت زود تونسری سری و خوشمزه و با ظاهر جذابیه و توصیه میکنم هوا اولیه در دسترسی داره و درستش کنید یک عدد تخم مرغ و شکر 80 گرم اضافه میکنم و تا به حالت کرمی و کشدار رسیدن این دوتا ماده دستگاه میزنم حدودا 3-4 دقیقه زمان میبره تخم مرغ به دمای محیط باشه مقداری شکر به دیواره ها میره هر از گاهی در مراحل انجام کار دورگیری را انجام بدید روغن سه قاشق غذاخوری به کاسه میگزم بعد از اینکه تخم مرغ و شکر خوب کرمدار شد و کشدار اضافه میکنم و یه همه مختصر میزنم دیگه دستگاه همزن برقی رو کنار گذاشتم و با همزن دستی ادامه میدم در مرحله بعد شیر به دمای محیط اضافه میکنم شیر 190 گرم جزء دستورایی هستش که من معمولا میبینم همه اطرافیان بلد هستن و اکثرا درست میکنن چون خیلی زود تون سریع راحته و اکثرا هم یعنی تا الان 99 درصد دیدم که کاکاوی درست میکنن و پودر کاکاو در این مرحله دو غذاخوری به وزن 20 گرم و وانیل 5 گرم یک پاکت اضافه میکنم و حتما با صاف کردن به کاسه میکس اضافه می کنم دوستان لطفا طبق ویدیو پیش برید سپاس گذارم و به کمک همزن دستی هم میزنم دقت می کنم که پف تخم مرغ نخوابه و در مرحله بعد آرد داریم یک لیوان یک لیوان آرد به وزن اینجا 120-125 گرم اگر بشه از ترازو استفاده کنید بهتره تا خیالتون راحت باشه بیکینگ پود یه قاشق چای خوری تقریبا در تصویر خدمتون نشون دادم بعد از اضافه کردن هم میزنم و یه مقدار مخلوط میکنم و سپس ترکیب بیکینگ پود و آرد رو با صاف و علک کردن به کاسه میکس اضافه میکنم نسبت به آردی که استفاده میکنید شناخت ندارید میتونید مرحله به مرحله هم آرد رو اضافه کنید و هم بزنید در کار با یه قوام نسبتا رقیقی داشته باشه خب بریم که شروع کنیم تابه نچسبی که گرم شده رو یه نصف ملاقه از موادی که آماده کردیم انتقال دادم از زمانی که دیگه تاب داغ شده باید حرارت رو خیلی کم کنیم و از مایه به داخلش انتقال بدیم و با حرارت کم بذاریم که بپزن و نباید خشکشون کنیم معمولا هم این پنکیک های شکلاتی که بله پنکیک داریم درست میکنیم دارن درست میکنن یک طرفش رو میپزن نگران نباشید نپخته و یا خیلی خیس باقی نمیمونه اگر خواستید برگردونید فقط همین برگردونید دوباره باید برش گردانید و ورش دارید نباید خوش بشه چون قرار مواد بذاریم و این لبه ها رو به هم نزدیک کنیم تا زمان سرو ظاهر خودشون رو حفظ کنند و شکاف عمیق نخورند ببینید تا گذاشتم برش گردانم بلا فاصله برش میدارم که ریسکش باز بالای من میگم اگر تجربه کمی دارید انجام ندید که پنکیک ها خشک نشند روی تخته گذاشتم یه پارچه نازک نمدار خیلی کم نمدار و یک نایلون اینا باید مرتوب باقی بمونن تا ادامه کار رو با هم همراه باشیم به همیشه که در تصویر ملاحظه می کنید پیش میرم دستمالی که خیس کردید رو باید خوب تکانده باشید مختصری نم داشته باشه که پنکیک ها رو خیس و یا خمیر نکنه بله هم تو داغ داغ بلا فاصله که از تابه گرفتم روی تخته میذارم و خیلاتون راحت که به تخته نمیچسبه و یا خمیر نمیشه ببینید چقدر ظاهر جذابی دارن و در ادامه قراره که جذابتر هم بشن معمولا پنکیک خیلی خوشحاراکه و خیلی طرفدار داره میتونید به شکل مختلف و متنوع این دفعه سروش رو انجام بدید برای سطح روش یه مقدار شکلات آب میکنم برای تزئینش سلیقه‌ایه ولی خب برای تکمیل طعمش من توصیه میکنم استفاده کنید حدودا 60 تا 80 گرم کافیه و خامه فرم گرفتم اون که کامل سفت شده را از داخل یخچال درآوردم و داخل یک قیف انتقال میدم برای اینکه مرتب تر کار کنم شرط نیستش که حتما از قیف استفاده با قاشق هم میتونید لای پنکیک ها از این خامه ای که آماده کردیم قرار بدیم برای اینکه خامه آب نشه حتما باید پنکیک ها کامل خوب خنک شده باشن و پودر نارگیل استفاده می کنیم برای یک تم و یک ظاهر استثنایی تر و مثل تصویر مقداری از خامه که آماده کردیم روی لبه پنکیک و لبه دیگر بهش نزدیک می کنیم و ثابتش می کنیم به همین شکل دیدید خیلی راحت و برای یک ظاهر مرتبتر و شیکتر با پشت قاشق چایخوری مثل تصویر میتونید خامه رو به همه قسمت ها به صورت یک دست پخش کنید اگر جای خالی مونده بود یک کمه دیگه میتونید خامه اضافه کنید که پرتر به نظر برسه مقدار خامه که برای وسط کار استفاده می کنید و در نظر میگیرید به خودتون بستگی داره سلیقه‌ایه و سپس داخل پودر نارگیل می‌زنم. ببینید چقدر ظاهرش جذابتر شد و تماعتش هم که مطمئنا خیلی لذیذتر میشه و به همین شکل پیش میرم دوستان حتما تاکید میکنم حتی به مقدار خیلی کمی هم نباید پنکیک ها گرم و یا ولرم باشه و شاید بعد تو سوال پیش بیاد که خب چه کار کنیم که همه رو به یه اندازه خامه بزنید مثل تصویر که خدمتون نشون دادم میدونید رو همه پنگیک ها خامه بذارید و بعد شروع کنید دونه دونه اونها رو بستن خیلی زود تونسری آماده میشه ظاهر جذاب شیک و مجلسی و حتی میتونم بگم یه مقدار هم اقتصادی هستش و شما قراره یه ساعت دیگه مهمان داشته باشید به راحتی و خیلی سریع میتونید درست کنید و یک پذیرایی شیک و خوشمزه داشته باشید. ببینید با یه مقدار پودر پسته و شکلات آب شده چقدر ظاهرشون جذابتر شد. پودر نارگیل رو ببینید چقدر ظاهر زیبا داده. ترکیب تمها فکر میکنم براتون قابل حدس باشه که چطوره. پنکیک هم که باشه به فقط توصیه میکنم حین پخت نباید خیلی خشکشون کنید و خیالتون راحت که خام باقی نمیمونن حتما با حرارت خیلی کم باید اینها رو بپزید دیگه میدونم همه شما عزیزان پنکیک درست میکنید اونم چقدر خوب و عالی و حرفه خواستم یه سرو متنوع و مت... متفاوت رو با شما عزیزانم به اشتراک بذارم نمیدونم باهاش آشنایی قبلی داشتید یا نه ولی اینجا بهش میگن گلین چان. و میتونید به انواع مغزها آغشته کنید دیگه سلیقه ای هستش گلین چانتاسی به زبان فارسی خودمون یعنی کیف عروس حالا چقدر شبیهشه چطوریه دیگه من نمیدونم منم خودم یکم برام شاید اوایلش سخت بود که خب این الان چه ربطی به کیف عروس داره ولی دیگه به مرور عادت کردم بهش خیلی ظاهر جذابی داره و حتی میتونید به شکل های هم لبه ها رو به هم نزدیک کنید و ببندید و از خامه و مواد و میوه و مغزها پر کنید خیلی سپاسگزارم که منو تا اینجا همراهی کردید اگر آموزش ها براتون مفید و مورد پسندتون قرار میگیره ممنون میشم از فعالیت من با لایک و اشتراک گذاری حمایت کنید دوستتون دارم نوشه جان خدا نگهدار